پایگاه اطلاع رسانی راسخون. فوتبالیست ها قسمت 46. توپ زیر پای بچه های تیمه میباز با پاسکاری شکل گرفتری دارن جلو میرن. اینطور که پیداست بچه های شاهین رویشون از دست دادن. حاضری با کی؟ اینو بگیر. آفر شد با یه ضربه توپو برگردونه و همین ضربه باعث شد که درد پای زیادتر بشه. تیم شاهین در موقعیت بدی قرار گرفته چون بازیکنهای اصلی تیم مثل دروازه‌بان واکی، بازیکن میانی تارو و نوک حمله اونا سوبا هر سه زخمی شدن. توپ توسط واکی به اوت رفت و تیم میبا صاحب یک کورنر شد. باید ببینیم از این ضربه کورنر گلی نصیب تیم میبا میشه یا نه. در اینجا بازی به اوج هیجان رسیده. تیم میبا کورنر رو میزنه. هر دو تیم در صدد تصاحب توپ در زمین تیم شاهین هستن. تیم شاهین محکم دفاع میکنه ولی سوبا اونقدر در این دفاع شرکت نداره. شاید علتش زخم پاش باشه که رنجش میده. در این لحظه توپ به آوت میره. نه، سوبا آدمی نیست که به این راحتی تسلیم بشه. اون حتما داره نقشه ای میکشه. مگه نه سوبا؟ آقای مربی بذارین تا مساوی هستیم برم تو بازی. ما 10 نفره نمیتونیم کاری بکنیم. ضمناً پام بهتر شده. میبا توپو میندازه و بازی شروع میشه. بنداز تا وقتی پاش خوب نشده توپو به من پاس بده. کاکروی ترسو. نکنه شوخی گرفته. امکان نداره من بذارم. هی بچه همه با هم جلوشون رو میگیریم. متوجه شدین؟ همه با هم بیشی. ما خیلی روی سوبا و تارا و واکی حساب میکردیم ولی برای خلاصی از این وضعیت خودمون باید دست بکار بشیم. امید بچه ها به ما از باید سعیمون رو بکنیم. بیشی حق داره، منم باش موافقم. درسته. آره، خودمون باید سعی کنیم یه راهی پیدا کنیم. نباید امیدمون از دست بدیم. باید نشونشون بدیم که تیم شاهین چه دفاع محکمی داره. درسته. بچو نکاو از تیم میبا مأمور پرتاب این آت میشه. باشه، حاضری هوری؟ ایشیماتسو آتش به این نتش دیگه. ایشیماتسو بیا جلو دیگه. بچه های تیم شاهین نکاو رو که میخواد توپو بفرسه محاصره کردن. بیا جلو. اونو نمیذارن که توپو در فرد مورد نظرش بندازه. اون توپو به طرف ایشی فرستاد. گیزوگی و تاکی با هم دیگه به طرف ایشی که توپو گرفته میره. بیا نکاو توپو بگی. ایشیماتسو توپو به نکاو پاس میده. نمیذارم بگیری. بچه های تیم شاهین توپو صاحب شده. آفرین بچه ها، کارتون خیلی خوبه. همینطور ادامه بدین. آفرین.
حالا تا کی از نیمه شاهین داره به طرف دروازه میوا میاد؟ بچه های میوا توپو ازش میگیرن. بگیر تاگی، تاگی توپو به کیزوگی پاس میده ولی ساکاموتو از میوا جلوشو میگیره. یه پاس بلند، حالا سر و کله ساوادا پیدا میشه ولی ایشی میره که جلوشو سد کنه. علیه بگیرش تا کچی اون که پاش به توپ میگیره، جهت حرکت توپ عوض میشه. بکر رو میره که توپو مهار کنه. باید مراقب بچه های حریف باشن. حالا اورا یه لحظه زودتر خودش میرسونه و توپ به خارج زمین میره. توپ با ضربه اورا به آوت میره و حالا میوا باید اوتو پرتاب کنه. کار تو عالی بود اورا. کار درستی کردیم بچه ها، چون اگه کاکه رو توپو گرفته بود اون وقت میتونست گل بزنه. در اون صورت ما بازنده بودیم. ناکاو میخواد توپو روی دروازه بفرسته ولی نمیدونه چطوری این کار رو انجام بده. افراد تیم شاهین کاملا مراقب بازیکنهای حریفن. ناکاو نمیتونه توپو به جایی که میخواد بفرسته چون همه بازیکنها محاصرش کردن. بچه از همه تون متشکرم. من و تارو و واکی یه خورده فرصت استراحت میخواییم. وقتشه که توپو پاس بدین تا یه گل بزنم. اونا دارن وقت تلف میکنن. تاکشی مواظب باش، من میرم جلو. باشه. بالاخره کاکه رو راه افتاد و تاکشی هم دنبالش. ها اونا رفتن جلو. خودیم تاکشی و کاکه رو رفتن جلو دروازه شاهی. نکاهو توپو برای تاکشی که داره به طرفش میره میندازه. بکشید جلو. تاکشی دریپ میکنه. کیزوگی و تاکی از نشاهین رفتن که جلوشو بگیرن. بگیر. بازیکنان میبا دارن به هم پاس میدن ولی افراد تیم شاهین در غیاب سوبا و تارو نمیتونن به اونا برسن و تیم میبا دست به کار گروهی زده. سوبا میتونه بودوه، منتها نمیتونه حمله و دفاع با هم انجام بده. میدونم هدف چیه سوبا. تاکشی به کاکرو پاس میده. آماده باش کاکرو. به نخره گلزن تیم میبا توپو به چنگ میاره. حالا اون مستقیم داره به طرف دروازه میره و همه رو جا میزنه. کشیزا و ندهای آماما شاه رسیدن. کاکرو داره میره به طرف دروازه. اینجا با پلدوری از این شاید بخواد شوت کنه. حتی اگه پام بشکنه این شوتو میگیرم. حاضر شو واکی. مثل که کاکه رو میخواد با یه ضربه قوی کار رو تموم کنه. اگه میتونی اینو بگیر. عجب ضربه ای، عجب ضربه قوی. یکی از بازیکنان تیم شاهین میپره وسط. من فهمیدم چی شد. ضربه قوی کاکرو رو با صورت دفع میکنه. شماره 14. بله این ایشیزاکیه. این دفعه به خاطر فداکاری بر رویه قوی ایشی تیم شاهین نجات پیدا کرد. ایشی ایشی زاکی عالی بود. ایشی دوست من. ایشی عالی بود. یادتون باشه یه توپ همیشه دوست ماست. اونا نمیتونه ما رو شکست بده. چه اینطور؟ موفق باشی ایشی. ایشی عالی بود. آفرین ایشی زاکی. بالاخره تیم شاهین موفق شد در اثر اقدام به موقع ایشی از خطر نجات بده. آقای مربی میرم تو زمین. شماره 11 میساکی از تیم شاهین پس از مختصر استراحت و پانسمان وارد زمین شد. حالا تیم شاهین میتونه 11 نفره به بازی ادامه بده. خوش اومدی تارا. من اومدم. خیلی خوب شد. ممنون. مواظب پات باش تارا. خیلی دلم میخواد بدونم تارو حالش چطوره. سوبا سوبا
چطوره تو رو خوبی؟ بله متشکرم. ببین من میدونستم میدونستم میخوای چی کار کنی. من خودم بهت پاس میدم، روی من حساب کن سوباسا، ما موفق میشیم. تو رو تارو چه به موقع اومدی پسر، دیگه نمیتونستم هر دو تا کار حمله و دفاع و با هم انجام بدم، ولی به قدرت بچه ها اطمینان دارم. میوا در حال حاضر تمام نیروشو برای حمله متمرکز کرده و خط دفاعیشو باز گذاشته، بنابراین اگه کسی بتونه توپو اینجا که من ایستادم پاس بده، حتی با همین پای ناقصم هم میتونم شوت کنم. باید با یه ضد حمله حساب شده یه گل دیگه بزنیم، باید بزنیم. بله بالاخره تیم شاهین بازیکن خوبش تارو رو در میدان به کار گرفته. نگران نباش، پاش اونقدر درد میکنه که نمیتونه خوب بازی کنه، من اینو میدونم. آفرین تارو، خوشحالم که دو مرتبه برگشتی. منتها میخوام باهات جدی بازی کنم. توپ هنوز در دست بچه های میواست و دائم دارن حمله میکنن. ناکاو این دفعه مأمور پرتاب آته. برو جلو کاکرو. توپ توسط بازیکنهای تیم میوا به جریان میفته. این مسابقه برای تارو حکمی خاطره رو داره، برای همینه که خواستم به بازی ادامه بده تا بعدن در آینده پشیمون نشه. اون درسته تارو در وضعی نیست که بازی کنه، ولی از اون افرادیه که همیشه به تیمش فکر میکنه. اگه بفهمه که نمیتونه بازی کنه و مزاحم سایرینه، خودش بازی رو ترک کنه. توی تارو؟ با اینکه پای تارو صدمه دیده، ولی جلوی دریپ تاکشی رو به خوبی میگیره. تارو برو تارو برو تارو طوری جلوی تاکشی رو سد کرده که اون نمیتونه حتی یه قدم هم شد. برو کنار. این طرز تارو میمانه پیش رفته شده. تاکشی میخواد توپو برای کاکرو بفرسه، ولی تارو با سر سختی مانع شده. تارو اون نمیتونه کاری بکنه. تارو مثل این که وضع پای تو بدتر از منه. خوبه. بازی کنه نوک حمله تیم میواست، ولی طوری جلوشو گرفته که از حمله باز موندن. تارو برای اینکه توپو به من پاس میدی، درد زیادی رو داری تحمل میکنی. برای تقویت روحیتم که شده باید یه گل بزنم. قول میدم تارو، تو بدون سوبا نمیتونی هیچ کاری بکنی. تاکشی با یه حقه موفق میشه توپ رو رد کنه، چون تاکشی متوجه شده یه کار دیگه ازش ساخته نیست، بهتره توپ رو به سوا پاس میده. تاکشی تاکشی به صورت بهتره به دروازه تیم شاهین میره. تارو اونو دنبال میکنه. حالا دیگه خودم مواظب کاکرو هستم. تارو پازم رو دست خورد. ولی تاکشی به راحتی ازش عبور میکنه و به طرف دروازه حمله میبره. باید به کاکرو پاس بدم، هدف اصلی اینه. کسی دور برای تاکشی نیست. توپو کاکرو که نزدیک دروازه از پاس میده. ایشی از خط حمله میپره که توپو بگیره، ولی موفق نمیشه. پاس خوبی بود، خیلی خوب بود. کاکرو که دفعه قبل به علت فداکاری ایشی موفق به زدن گل نشد، حالا سعی داره گذشته رو جبران بکنه. باید دید برای شوتم چه نقشه ای داره. تارو حمله میکنه. تارو فهمیده که تاکشی توپو کجا میخواد پاس بده، برای همینم برگشت. جلوشو بگیری، توپ هنوز هم برای سر کاکرو میچرخه، هنوز از حد عبور نکرده. بله کاکرو میره که توپ با سر بزنه. با اینکه خیلی درد میکشه، در نهایت سختی توپ رو نوش میخوریم.
تا رو با اینکه پای راستش به شدت مجروح شده موفق شد توپی رو که باجی دفتر مهار کنه. عالی بود باجی. سوباسا خدای من نه، خیلی عالی بود تارو. حالا توپ سوبا تنها بازی کنه تیم شاهین که در خط دفاع بازی میکنه میرسه و اون بدون فوت وقت حمله میکنه. آفرین سوبا، منتظر چنین لحظه ای بود. بازی کنی نیست که مراقب سوبا باشه. این سفت هم بگه دیگه ای است تیم شاهین. سوبا با سرعت به طرف دروازه میبا حرکت کرده، درست مثل که تمام انرژیشو برای چنین لحظه ای ذخیره کرده. زمان از خط دفاعی میبا کسی نیست که جلوشو بگیره، چون همشون برای هم به خودشون آماده کرده. بچه ها همچنان در حال پیشروین. حالا بچه های تیم میبا به خودشون اومدن و متوجه سوبا شدن و میخوان مانع کارش بشن. خیلی بخشید، اگه میدونستم میخوان چنین کاری بکنن هیچ وقت به بچه ها اون توصیه رو نمیکردم. حالا با قیمت جونم هم که شده خودم باید توپو بگیرم. رود حساب میکنم سوبا. سوبا به سرعت دریپ میکنه، آدم باورش نمیشه که اون پاش صدمه دیده. چه سرعتی. بازیکنان میبا دنبالشن ولی معلوم نیست که بتونن بهش برسن. کشی سریع ترین بازی کنه میبا خودشو میرسونه. نباید بذاریم به همون گل بزنه، نمیذارم شوت کنه. تا کشی کاملا متوجه زده همده تیم شاهین شده و با اینکه شاگرد کلاس چهارم ابتدایی میشه خوبی برای بازی فوتبال. برو تا کشی، برو. تا کشی به سرعت داره نزدیک میشه ولی سوبا دیگه به منطقه دروازه رسیده. با کشی زوما اومده جلوتر که فاصله رو برای گرفتن توپ کم داره. این گل نتیجه مسابقه رو تعیین میکنه. سوبا میخواد شوت کنه، باید دید موفق میشه یا نه. نمیذارم گل بزنی سوبا. شوت کن، معطل نکن سوبا. بگیر. کشی خودشو رسوند و جلوی شوت سوبا رو سد کرد ولی سوبا درست مثل تاکه رو با تمام قدرت شوت کرد. تا کشی هم زمین خورد. این یه شوت حساب شده است، از اون شوت های مخصوص سوما. با کشی سوما با شونه ها توپ رو میزنه. چه مهارتی. اما این توپ کماکان داره به طرف دروازه میره. معلوم نیست که نتیجه چیه. با کشی سوما برای مهار کردن توپ به هوا میپره. حالا توپو دفت کرد. یه شوت وارونه، مهارتی که در کاراته آموخته تونست جلوی گل سوبا رو بگیره. میشه گفت این یکی از اون بازی های پرهیجان بود که تا حالا دیدیم. ادامه این داستان را در برنامه بعد خواهیم.